دوستان تبریک عرض می‌کنم سال نو رو به شما سال خوب و پربرکتی همه دوستان داشته باشن از نظر برکات آسمانی و بالاخره از زمینی همه چی. خیلی لطف کردیم، واقعا زحمت کشیدیم، تشکر بودیم و اسوای فراوان از این که کمبود جا داریم، کمبود محل داریم، دوستان نشستن به دوستشن میرم پایین هستن من تکمیل بکنم. به هر صورت من که نمیدونم بگم چی بگم، فقط میتونم تشکر بکنم از زحمات یکایی که شما دوستان عزیز، شما میدونم که واقعا همه از روی عشق با خلوص نیت کامل آن چی که از دستشون برمی اومده، هر کس آن چی رو که فکر میکرده درسته انجام داده. حالا من به دوستان قبلی هم توصیه کردم که اگر احتمالاً به خاطر اختلاف سلیقه ها نسبت به همدیگه دچار سوء نظری شدن، دچار سوء برداشتی شدن، همه رو فراموش کن، چون که من میدونم که همه دوستان واقعا عاشقانه آن چیزی که از دستشون برمی اومده انجام دادن، حالا هر کی با فکر خودش. خب و مشکلی که داریم یه مقداری تفرقه که به خاطر اختلاف سلیقه ها هست، همه رو بذاریم کنار، هر کسی به اصطلاح اون چیزی که انجام داده درست بوده. چون بازم من اطمینانم گفتم شهادت میدم با همه وجودم که تک تک دوستان رو ایمان کامل دارم که با حسن نیت آن چی که انجام دادن انجام شده. حالا درست و غلط و هر چی که بوده بالاخره پشتش دلسوزی قرار داشته، خیلی کم محدود شاید کسانی با سوء نیت، البته باز اصلا نمیتونیم از اسمش سوء نیت بذاریم، ولی به هر حال خیلی کمن، محدودن کسایی که اومده باشم فرض کنیم به خاطر نمیدونم چیزایی غیر از مصالح مجموعه حرکت کرده باشن. مصلحت مجموعه بالاخره مد نظر دوستان بوده. و یه مطلب دیگه هم که توصیه کردم و برای ما ایجاد مشکل، یعنی مشکل عمده مجموعه ما بوده، حواشیست که بعضی از دوستان به موضوع عرفان کیانی اضافه کردن. حالا مطالب جدید و دنبی خودتون در جریان هستین که مطالبی بوده که شخصی است، یعنی آگاهی و مسائل که افراد دریافت کنن شخصی و مختص خودمون است. یه ارتباط عام و جنرال بوده، همه تجربه کردیم. یه ارتباطات خاص هست که برای هر کسی باید بیاد و توش تجربه بکنه و ببینه که به چی میرسه و چی پیدا میکنه. تو سوگندنامتون هم هست و از یافته های خود. خب این فراموش شده که از یافته های خود قرار نبوده که سوء استفاده بشه. بنابراین مشکلی عمده‌ای که البته من برای دوستان قبلا مفصل‌تر توضیح دادم اینه که عمده اشکالات بستر اینه که گفته میشه فلان کسی رو گفت، یعنی تو زندان البته منظورمه، یا ایرادی که به ما میگیرن سر اینکه فلان مربی رو میگه فلان چیز اینو کارو کرده، فلان کس اینجوری شده، و عمده اشکالات رو حاشیه است، رو خود موضوع، رو خود موضوع به اصطلاح ما تونستیم همواره دفاع محسن دست شما در نکنیم، همواره تونستیم دفاع محسن داشته باشیم، یا حداقل ایراد خیلی مهمی وارد نشده. پس در واقع انتقال بدیم به سایر دوستان که ما برگشت میکنیم به اون الفبای ناقصی که تونستیم توی حالا تا آخرین فعالیت هامون تونستیم بیاییم و اون رو پایه‌گذاری بکنیم، ولی الفبای ناقصیه، حتی الفبا هم کامل نشده که چه بخواد به اصطلاح بعد از اون چیزی با اون نوشته بشه، یا یه فونداسیون ناقصی اجرا شده روش ساختمانی اجرا نشده که حالا بعضی از دوستان ممکنه بیان روی بخواهم برج درست کنن. درست شد؟ و حالا دوستانی که چه حالا خود شما که اینجا تشریف دارید،
و چه با دوستان دیگری که در ارتباط هستیم، موضوع اینه که برگردیم به امانت داری، برگردیم به همون اصل موضوعی که خود ما به صورت عام باش سر و کار داشتیم. حواشی رو بذاریم کنار، روی حاشیه ها هیچ کس مانو بی نیاد، هیچ کس چیزی نداره، چون درست نیست، غلط، کاملا حاشیه ها فقط برای خود فرد و برای وقتی که قرار بیاد و مطرح بشه اونو اشکالات عدیده ایجاد میکنه که شاید بعضا اگر بیان بین خودمون ببینیم درگیرش هم شدیم، حملات، بیرونیزی ها و مسائل مختلفی که خودتون بهتر استعذار دارید. این دوتا موضوع خیلی به ما میتونه کمک بکنه و بقیه موارد خب تا اینجا دفاع شده، قابل باز هم دفاع هست. البته وضعیتی که پیش رو داریم، یا من به صورت مشروط آزاد میشم و بهانه که موجوده که من اگه بیام بیرون بگم فعالیت میکنی دوباره فعالیت و فرا بردم، عرض کردم که نه من دیگه فعالیتی ندارم. خب این میشه آزادی مشروطی که الان قانونن به من تعلق میگرفته ولی خب حالا تعلق شده، یا اینه که من اون تو میمونم که شکایاتی رو به اصطلاح در داخل زندان مطرح کردم از وزارت ارشاد، از بازپرس، از بازجوها، از دادگاه و الی آخر که جرایمی رو که نسبت به شخص من به اصطلاح مرتکب شدن در دادگاه سال به اصطلاح پاسخگو باشن، که همه اون جرایم در این حال نقض حقوق بشر هم هست. اگر اون تو موندم بدونه که من اونجا هستم، پای شکایتم هستم، هر کاری لازم بوده تا اینجا برای اینکه بیاد و به جریان بیفته من انجام دادم، بدونه که شما هم در جریان باشید که این اتفاقات هست افتاده و مخصوصا در نقض حقوق بشر بدونید. حالا هر جور هر دست هر جوری بشید. خب ما شکاری برای آزادی شما ما باید چه حرکت کنیم؟ ببینید من نمیتونم هیچ چیزی رو تعیین بکنم و از این طرف هم اصلا دلم نمیخواد کسی و کسانی دست شما درد نکنید به مشکل بخورم، به دردسر بیفتن، اینو واقعا میگم خدمتتون. من بیش از این که به فکر خودم باشم، واقعا به مشکلات دوستانی که درگیر شدن با این مسئله اتون مثلا پس کنید ایشون خب و مدتی رو در حبس و اینها مجبورشتم بگذرونم، ولی به هر صورت این چیزیست که صرفا جهت اطلاعه و حالا اینکه چیکار باید کرد، چطور باید بشه، به زیرا در جریان باش. حالا این مسئله نه تنها نسبت به من نسبت به ولی عمد زندانی ها در واقع این مسئله مسائل وجود داره. خب یعنی اگر هم اومدیم بیرون تو گفتیم فعالیت نمی کنیم، فعالیت هم نخواهیم کرد و حالا دیگه شکایت هم ما صرف نظر می کنیم به دلیلی که پیام ما همیشه پیام صلح با دیگران و صلح حالا از بالا تا پایین پیام صلح بوده، حالا دیگه ببینیم که تا کی مشخص میشه که یعنی ما اقضایی میکنیم. ببینید من فکر کنم که این یکی دو ماه همه چی معلوم میشه، توی یک ماه اخیر باز خیلی چی دار معلوم میشه که فسلا چی خوشی مردم خیلی. خب حالا به هر صورت مسئله ما اینه و باید به گونه عمل بکنیم که عمل که یا اون چیزی که ممکن ایجاد اشکال بکنیم که عمدتا برمیگرده به تخلفات حالا مربی ها عمدتنش، یعنی تا اینجا که من درگیر بودم اونجا و رو در رو بودم و دارم ساعت ها فیلم و غیر و اینا، عمده مشکل ما، عمده مجموعه مشکل ما مجموعه هست و حرفای خارج از رویه عادی ببینید دقیقاً اینطوریه. خب البته نمیخوام بگم که درست هم نیست دیگه، میگن به هر حال شما اومدین و ارائه دادید، حالا
این ایشون رویش این حرف رو میزنه، اون با روش این حرف رو میزنه، این داره باشی این کار رو میکنه، اون داره باشی این کار میزنه. خب و به هر حال شما باید پاسخگو باشی. این به اتهام مفسد افساد مفسد بلعرض، خب همین همین بخشش برمیخوره به اتهام مفسد بلعرض که به اصطلاح اومده یک کاری کرده که باعث مثلا فرض کن این شده که اون دینش باید دست بده، چرا؟ چون فلان مربی راجب خدا اینجوری شده، اون نمیدونم چی بشه، فلان کلاس اینجا به اسلامی رعایت نکرده، اون نمیدونم چی بشه چون فلان مربی راجب اینجام فلان مسئله این حرف بازه. بنابراین اگر ما این حواشی رو، یعنی واقعا این پیغام رو به سایر دوستان برسونیم، هیچ چیزی خارج از اون روند اصلی و کلی اعتباری نداره. اعتباری که بخوام برای بیان عامش کنن و بخوام بیان از اون مطالب هم خارج بشن، حرفایی که سلیقه فردی وارد قضای ما بکنه. خب بنابراین امانت داری باشه، من پاسخ بودم اون چی که گفتم، من مسئولیت رو قبول کردم. ولی اون چی رو که من نگفتم اصلا با سلیقه من با فکر من جور در نمیاد، خب طبیعتا نمیتونم دفاع کنم. یک بحثی باید قابل دفاع باشه. وقتی خودم هم اون الان شما این حرفایی رو که شنیدید، آیا حرفایی رو که بعضا میشنید قبول دارید؟ قبول میکنید؟ مثلا بگم فلان مربی اینو گفته، قبول میکنید؟ قبول نمیکنید؟ قبول نمیکنید؟ خودتون قبول نمیکنید؟ دوستان هم درست میگم؟ خب پس اول از اصلاح خودمون باید شروع بکنید. خود شکن آینه شکستن خطا. هر وقت ما اشکال و اراده خودمون رو برطرف کردیم، این موازی تونستیم دفاع بکنیم، وقتی که قاعدتا به حقانیتمون باید میشه که دفاع کنیم. البته خب من جواب دارم که خب شما مرکزیت این قضیه رو اومدید حذفش کردید، حالا این جریان خود مختار شد و هر کی ساز خودشون میزن و طبیعیه و دیگه که اینجوری باشه. خب شما اجازه میدادید مرکزیت باشه، اون وقت این مرکزیت میومد جوابگوی تقلبات افراد بود و اجازه نمیدادید یه نفر خارج از اون روند از اصلی چیکار بکنه؟ تقلب بکنه. تا تقلب میگن و این از من نیست، خود که خیال راحت میشه میره. حالا اگر یک کسی میخواد عرض اندام کنه که فکر و سلیقه شخصیش باید، خب میتونه بعضی مطال نه به نامه. بیشتر بچه ها هر جایی هم که اختلاف هست، ما میگیم چرا اینجوری، میگیم این استاد فلان جایی سیدی اینجوری گفت. اصلا کجای مثلا تا هیچ نک داری که باز نخواهید گشت. حالا اینو بحث میدم به نظر خودتون، بعد کلی ماجرا میشه که حالا که اینجا دوباره نمیخواهیم بیان، باید نگذاری، یعنی میخواهی یاده نره میدام که بیدی برداری میدونم چی برداری. اتفاقا من این مثال هم دادم، گفتم میری پیکنیک، در پیکنیک شما لنگ یک چوب کبریت میشید، یعنی حاسس رفتی نیشه از اینجای دوده هستی، حالا اومده قضا داخل میبینی که کبریت داده رفتی. حتی مثال زدم گفتم این شکل پیکنیک با خودش یخچال سایت بای سایت نمیبره، یه یخچال میبره، یه چیزی کوچیک جمع جور میبره. اینا همه توش مثلا مسائلی بوده. تو هایش نگذاری یعنی یادت نره. یه فرصت داریم اونجا ما بدونیم فلسفه خلقتمون چیه، چی رو باید پیدا کنیم، اون چیزی رو باید پیدا کنیم. خب فلسفه خلقت و اینا تو این رابطه هست، سر کار گذاشته نشیم. حالا تا هیچ نگذاری نریم اون بربردیم که اصلا ماجرا یه چیز دیگه بوده. خب ما اینجا حقیقت رو فدای واقعیت کردیم، ما گفتیم واقعیت سر جای خودشه، ما نه مرتازیم، نه تارک دنیا هستیم، نه گفتیم که نه میخوریم، مینوشیم، میریم، میاییم، ولی میشه واقعیت، حقیقت هم به شدت بمارش. ببینم من قرارمون بهشت نفت اینا اینا نفت درسته خب نه اون بانه رو که میگیرن که آقا در آقا بیش میزن برید بشین گوشه گرام نمیدونم کار نکنه تلاش نکنه گرام، ما آیا اینجوری اصلا صحبت رو ما یک ذره واقعیت رو دست میدیم. خب میخوریم، میپوشیم، میریم، میان، نه تارک دنیا شدن رو قبول داشتیم،
نه اینجور مسائل رو ولی دنبال حقیقت می چرا اومدیم از کجا اومدیم کجا میخوام بدیم آیا این جرمه که میخوام بدونیم بفهمیمش. خب فلسفه خلقت رو که نتونستیم واردش بشیم به اون صورت و حالا یه مقدماتی صحبت کردیم. ممنون تشکر. خیلی ممنون تشکر. یه مقدماتی صحبت کردیم از حلقه های الفبایی. خب الفبایی رو اومدیم مثلا وارد شدیم که بدونیم به اصل ماجرا یک موقعی بپردازیم. خلاص کلام سرتون در نگرم دوستان بعد وضعیتی هم نشستن زمین و اینها اینه که این تبدیل اگه برگردن به اصل ماجرا ما را نیتمون همین بوده بگیم بابا خیام بدبخت بیچاره هم که گفته تو هیچ نگذاره که نمیایی باز اون بیچاره هم با زبان بی زبانی در نمیدونم اونا شرایط خفقان زمان های خودش بود مسائل مختلف اومده یه چیزی گفته. حالا دیدیم که اونی که اونا فکر میکنن گفته باشه ولی یک خروجی منفی ما داریم ازش خروجی مثبت میگیریم. این چه اشکالی داره؟ تا هیچ نگذاری که نمیایی باز من دارم میگم که کلام من و صحبت من این بود که مبادا بریم بعد ببینیم که اون چیزی که میخواستیم ببریم نبودیم. خب چه اشکال داره حالا ما از این شعر خیام استفاده میکردیم استفاده کردیم درست شد؟ اما اگه قرار باشه حالا بیان روی این ماجرا درست میشه و دیگه حرفای دیگه و رجوع نشه به بقیه صحبت هایی که بنده خدمتشون دوستان درس پس دادم عرایضی رو برار گفتم نتیجه گیری کردم که بخش نظری عرفان ما رو تشکیل میداده خب دیگه این مثلا امانتداری نیست و در خیلی از موارد هم عمدی نیست و در خیلی موارد عمدی نیست عدم توجه و عدم دقت. استاد اجازه میدیم با این دوستانی که البته تا حالا هم این اتفاق افتاده و جریان داره یعنی هم در عالم بسیار فضای مجازی هم در عالم عینی برخورد میشه با دوستانی که میان اون برداشت شخصی خودشونو به در واقع اسم مجموعه میگن یا میان تفسیر میکنن فرمایشات شما رو میان خودشون با برداشت خود تفسیر میکنن. این همین جریانی که در مورد فکر کنیم قرآن مطرحه تفسیر که میکنن هر کسی برداشت خود بله ما الان 359 تفسیر قرآن داریم. خب 359 شما اجازه میفرمایید دیگه مشکلی که نیست ما برخورد این که نهایت محبت شما و من خواهش حالا که شما فرمودین چون باز من دو الان همچه خواهشی رو نکردم فقط همون درد دل کردم که تو اون مشکلمون اینه ولی حالا که شما میفرمایید و حالا زحمت کشید تا اینجا داشته بودید میدونید پیام برای این قضیه باشین که به دوستان پیام بدید حالا فضای مجازی فیران بیسار زمانه که بابا به اصل موضوع رو از دست ندیم فریاد اجازه بدیم تا برای بعد و بپردازیم به مسئله امانتداری شرط اول قضیه است. ببین به ما نگاه میکنن به مجموع ما نگاه میکنن که خب این مجموع عرفانی با این حالا قابلیت هایی که من چون برای اونها نوشتم برای شما میگم کم نظیف. من الان داشتم به دوستان قبلی گفتم تا امروز کسی از زبان من تبلیغات نشد. ما هر کس اومده مجموعه ما با معرفی و شهادت دیگری اومده هیچ وقت من به کسی نگفتم بیا برو حتی به یعنی به هیچ کسی هیچ نوع تبلیغی در هیچ توی این سالا هیچ موقع من نرسن ولی مطلبی رو که اونجا عنوان کردم اینه که جامع‌ترین، کامل‌ترین، ساده‌ترین، فراگیرترین و و و و و سنت‌هایی که شکسته شده در بحث عرفان اینه که پابلیک شدنش بحث به اصطلاح آنان که اسرار حق آموختن مور کردن دانش دوختن ما زدیم تو این ملاز این که یه انقلاب بوده که یعنی چه هر کی هر چی بلده باید بیاد وسط بریزه یعنی چه آنان که اسرار حق آموختن
مور کردن و درمشتون. یعنی حتی حالا من از این موقع این چیزی نگفتم خیلی بحث هست، یعنی که در واقع عرفان یعنی اعتراضی بوده به این که این مال عرفان نیست، این مال دنیا عرفان نیست. این چیز درسته که میانم که آقا حالا مثلا در تمام این مدر برای من میگونم که این نیاز برای خودت بود، خودت بود مرگی داشتی فقط برای خودت بود. چرا آمانی حالا حتی در زمان قبلم در جای دیگری هم که شهودی از بین خودتونم دارم اینه که این درست، اینا درست، ولی فقط واسه برای خودت نگم داشتی. خب من اصفایی میکنم یعنی عرضم تکمیل بکنم خدمتون و مشکل تو برای دقیقا همونه، ولی نه قضیه به اصطلاح چیز دیگریه. مسئله اینجاست که وقتی گفتن چرا تنها اومدی، خب قبول کردی که به بقیه بری، آنان که اصلا رقام بودن دیگه اصلا معنا نمیده. خب چون باید میگن تو خودتو فقط نجات دادی، تو فقط به فکر خودت بودی، حالا عقیه بخواه به فکر دیگران باشی مجبوری حرف بزنی، مجبوری خودت رو در معرض حسادت قرار بدی، در معرض نمیدونم مسائل مختلف قرار بدی و خطر کنی. بدون باها که نمیشه این کار صورت بگیره و به نظر من اصلا مهم نیست که این کار رو انجام بده، چون اگه من انجام بدم میگن چرا ایشون، اگه ایشون انجام بده میگن چرا ایشون، هر کی انجام بده میگن چرا ایشون. خب کی بالاخره یه نفری یه دفعه در آن واحد با هم ده نفر که اینا یه کار مشخصی رو انجام بدن، شما هر جور حساب کنی یکی جلوتره. خب حالا انجام بده، ریسکش هم پذیرفته، خطرش هم پذیرفته، همه مسائلش هم پذیرفته، دیگه فرقی نمی‌کنه. حالا بقیه میخوان هر کسی یه جوری از این نمد برای خودش یه کلا درست بکنه و حالا خیلی مسائل مختلف این ایجاد اشکال و خدشه میکنه. بنابراین این زحمت رو همه دوستان بکشن و این پیغام رو حالا فضای مجازی رو به هر صورتی که دیگه ممنون اینی که قرار باشه دریافت شخصی که فقط برای خود فرده، یعنی باش تمرین میدن، مشق میدن، چیکار میکنه. این هر تو موسیقی فرزن یه استاد موسیقی به شاگردش، به این شاگرد یه جور نوت میده، فرام یه جور باش کار میکنه، با اون شاگرد یه جور چیز میکنه. خب حالا این هوشمندیه با ایشون یه جور با آگاهی ها بازی میکنه، با ایشون یه جور بازی میکنه، با ایشون یه جور بازی میکنه. ما نمیدونیم این اگر ایشون بیاد بگه که اون سبکی که شما داره موسیقی یاد میده اون سبک من بهتره، بعد ایشون بود، بعد اون بود، بعد اون بود، بعد آخری همه بوم را رفتن خودشون هم یادشون میده که خب بس بالاخره که چی، خب کدوم درسته کدوم غلطه، بعد خودمون گیج و وزیرا کامپیوز شده دیگر بودانه که بس بود. این نمیده برگردیم بگیم که آقا یعنی باید به عقب برگردیم و آخرین چیزایی رو که داشتیم دیگه از اونجا به بعد ممنون که کسی بیاد بگه که آقا از یعنی یه منی مطلب بکنه که آقا نه من مثلا این حلقه اینجوری، اون فلانه اینجوری، این فلانه اینجوری، بیام اینو رسمن و دیگه نمیدونم آشکارا و چی، همه با هم وقتی این کارو بکنیم ادهی که متاسفانه در بین ما هم متاسفانه نکوز شده، شما نمیدونید. من حالا نمیخوام زیاد باز بکنم که این قضیه رو، متاسفانه این جریان برای خودش اهمیت داشته به طوری که ادهی بیان نکوز کنند و بیان به زبان ما بران، بیان مثلا مساله ما با مدارک ما واتسان و شروع کنن حرفای بزنن که اون حرفا اسم مستند بشه برای محاکم و مراجع و نمیدونم این صحبت ها. متاسفانه این کار صورت گرفته و ما باید حواسمون جمع باشه. اگه بیایم این کار رو بکنیم اونا هم چی میشن؟ یه دفعه دستوهاشون بسته میشه، چون تا بیان یه حرف خارج از رویه بزنن انگشت نما میشن که ای
ایشون هم مثل این که خب یعنی توی هم اینجوری بزن که هر کس حرف خارج از اون بزنه با اون نفوذی هیچ تفاوتی نداره. حالا میخواد آمدن سهوان باشه، عمدن باشه، اینا من هم البته میگم عمدتا اگه از غیر از اونا باشه واقعا عشق و علاقه و بلان، ولی بعضا ممکنه که کم توجهی بشه، ولی باید برخورد بشه. بله. دوستان این پیام دیگه خیلی روشنه دیگه. استاد دارم میگم آخرین مطالبی که بنده گفتم بعد از اون هیچ چیز اضافه ای ما نگفتیم. هر کسی حلقه میاره، نمیدونم کلاس دوره ده رو میذاره، اعلام میکنه نمیدونم فلان چیز، موجودات فلان چیز، فلان حلقه رو در روح جمعی هم میشه اعلام کرد، بعد اینو به شکل مجازی در همه دنیا پخش میکنن، ممنوعه. استاد دارن سریعا میگن ممنوعه اینا، برخورد کنه. البته ببخشید این بحث برخورد رو قبلن توضیح دارم، خدای نکرده بحث شکنی چیز نیست، بحث نمیدونم اون چیزهایی که بعضی ها میتونن از این آبی گل آمود باشه، نه امر به معروف و نهی از منکر برای خودش شرایطی داره، داخل اون شرایط خدای نکرده حریم کسی شکستی نه نه منظور حریم نیست، بالاخره ما باید از حریم مجموعه و عرفان عقده دفاع بکنیم. حریم برای ما مهمتر از این با رحمت با رحمانیت رحمانیت، ولی در هر صورت حریم مجموعه مهمتر از حریم باشه. من مذارت میخوام یه سوال من دارم، خدای نکرده اگر زمانی که شما برمیگردید، امیدواریم که هر چه دودتر تو جمع خانواده و جمع دوستانمون برگردیم، همیشه اگر زمانی طولانی شد وظیفه هر کدوم از ما چی میخواد باشه؟ اینکه اصطلاحاً آیا اگر من نوعی اومدم حرکتی کردم تخلفی کردم یه مورده، آیا به حساب شما میخواد نوشته بشه یا به حساب شخصی من؟ اجازه بدید من جای استاد چون ایشون بازنشسته شدن یه دفعه ببینید استاد روشن فرموده من رو بازنشستگی میبرم سلام ایشون هیچ فعالیتی انشاءالله این مبخصی تنبید میشه یا اگر هم تنبید نشد اومدن روز تنبیدون ایشون هیچ فعالیتی نخواهند داشت. دو اگر ایشون صلاحی نبود که بیان بیرون، طبیعتا همه محورهایی که صدای اعتراض در قالب حقوق بشر زندانیانی نظیر ایشون رو که زندانی عقیدتی و سیاسی هستن، وظیفه هر مسلمان و هر انسان هستن به عنوان همینو باید فریاد بزنه. اونم داخل به هر حال شاخشوکایی که انشالله با حرف جمعی بله بهش میرسید. بهتر این نوع سوالات از زبان استاد به هر حال بخش پس میتونه آتش به اختیار باشه در آتش به اختیار نه به این معنی که بخش کردن آتش به اختیار هم در قالب یک وحدت باید باشه. هستن دوستانی که به هر حال دیدگاه های استاد آشنا هستند و میدونن که نظر استاد راجع به این مسائل چه میتواند باشد و انشالله اگر این اتفاق اول نیفتاد به موقع اطلاع رسانی میشه. شما در این خصوص من خدمتتون عرض می‌کنم که من تکلیف خودم میتونستم معلوم بکنم که معلوم کردم که من اگر اون توت باشم برای خودم رسالت دفاع از حقوق بشر رو و جلوگیری از جرم و جرائم رو به دیگه انتخاب کردم و اصلا بحث عرفان میره در یه حاشیه و از کنم در داخل زندان نهضت دفاع از حقوق بشر رو من در اونجا پای گزارش میکنم. اگر بودم اگر که مشهود آزاد میشه همونطوری که خدمتون عرض کردم که ما تون دید موسول و فلان و بساش
و صحبتم بوده و خدمت میگفتم دیگه فعالیتی نخواهم کرد، خب فعالیتی نمی کنه میاد و مسئله منتفی میشه. حالا شکایت ها میمونه، حالا چون به صورت های دیگه هم بالاخره این قضایا در جریان هست، ولی ما برای اینکه مجموعمون دچار دست اندازی نشه از اون شکایت ها را هم چیکار میکنیم، چشم پوشی میکنیم. درست شد که این تکلیف من نمیتونم برای دوستان برای شماها دیگه نسخه بکشم که بگم این به اصطلاح چیکار بکنید چیکار نکنید. من تکلیفم اون تو من معلومه، حالا هر کسی دیگری بر حسب از کنم خدمت شما موقعیت خودش مسائل خودش اصلا اعتقاداتی که نسبت به حقوق بشر از نسبت به مسائلی که داره دیگه نمیدونم چی کار بتونه بکنه، اون دیگه حق هر کسیست. خب حق بشری، حق حقوق بشری دیگه. حق هر انسانیست که چی کاری بکنه یا نه. در این خصوصا چون به اصطلاح قرار بوده و قرار هست که دیگه من در خصوص اعتماد کیانی منبر نرم، اینه که گفتم اعتراضات نسبت به گذشته بوده و نسبت به اینکه ما از کجا ضربه خوردیم، این جلوی این ضربه رو بگیریم، توجه فرمودین، جلوی ضربه رو بگیریم حداقل آبروی خودمون رو حفظ کنیم. توجه میکنیم ایرادی که دشمنان میخواد به خود به ما بگیرن ما خودمون از خودمون بگیریم و بیه کلاه خودمون اینجا قاضی بکنیم، بگیم ما حالا درست شد که اینجوری فلانه، بعدم مقصر نبودیم، مرکزیت از بین رفته، مدیریت از بین رفته، این جریان بدون مدیر و بدون هیچ برنامه خودجوش بالاخره اومده جلو. تازه خیلی هم از یه نقطه نظرهای انحرافاتش نسبت به پیشبرداش خیلی خیلی کمتر بوده. خب به هر حال در رفع نقص نسبت به گذشته داریم صحبت بکنیم که حیثیتمون رو حداقل تا اینجا حفظ بکنیم و حقانیتمون و اینکه اومدیم اگه وقت گذاشتیم اون گذاشتیم که خب واقعا همه دوستان و خود بعضی ها خیلی از زندگیشون مایه گذاشتن، این قابل اغماز نیست واقعا، توجه میکنیم. و حالا به خاطر سهلنگاری یه نفر دو نفر آبروی همه این آدم ها بره، حالا خود ما آبروی این همه انسان های بزرگواری که توی این حالیه واقعا میگم من شهادت میدم، امیدوارم که یه روزی بتونم به اصطلاح خاطراتی از این قضیه بنویسم و بگم که تک تک افراد چه کارهایی چه خدماتی کردن چه جوری بوده و بدونید. حالا گرچه میدونم خود اونا همچین انتظاری ندارن، خود مجموعه هم دیگه حالا بالاخره این وادی ارگان وادی این تعریف و تمجیدها و اینا مثلا شاید نباشه، ولی به هر حال سپاس و قدردانی از انسان ها، سپاس و قدردانی از خداوندی، نگذاریم این زحمات و تلاش های این دوستان هم هدر بره و حالا شاید بالاخره این مجموعه موضوعات و تحقیقاتی که تا اینجا اومده حالا در آینده به درد انسان ها بخوره. حالا که این زحمت کشیده تا اینجا اومده ای با اون نقایصش رو بذاریم کنار، ازش کنیم، اصلاحش کنیم، نگرش داریم، خب نگرش داریم با این امید که شاید حالا یه روزی به درد بخوره. حالا اصرار نمی کنیم که همین الان چی بشه چطور بشه بیزار بشه، منظور اینه حالا به هر زبانی به هر صورتی به هر شکلی این رو به همه دوستان برسونید، داخل خارج، داخل کشور خارج از کشور و همه عزیزان که بابا مسئله این داد اگه میخواد خدمت بکنید این خدمت رو، اگر که نه بحث منم و مثلا این هاست که خب دیر یا زود وقت این سره و ناسره بالاخره معلوم میشه و ما یه سری عواملی که ممکنه در بین اومده باشن و این چیزا رو دارن رایج میکنن خب دلوش گرفت میشه.
ببینید خیر، ما از من توضیح دادم، ما حتی الفبا رو تکمیل نکردیم. الفبایی که یک کتاب باشی نمیشته میشه با الفبا. حالا شما زیاد شروع کنید که تازه الفبا نمیشته میشه، آیا هر کسی الفبا رو بلد باشه میتونه یک برداره مثلا یک کتاب قابل توجه بنویسه؟ نه، قبول داریم؟ خب وای به حال این که این الفبای ناقص هم باشه. مثل بچه مثلا که کلاس اولی رفته، حالا هنوز مثلا نصف الفبا رو خونده، مثلا میگیم حالا یه موقع خدا نکرده چیز نشه، قیاس معالفارق خدا نکرده جسارتی نباشه. من نسبت به آن چیزی که اومدم تونستم وقت بوده دوره گذاشتم میگم که این ناقصه. خود من دارم میگم ناقصه. بعد یه دی بیان میگن که نه این کلاس بی کلاسی فلان، من دارم میگم ناقصه. استاد همین ناقصشو اگر ما میتونستیم روی خودمون پیاده کنیم، خب یعنی الان سوپر آدم بود. ببینید هنوز این ناقصش هم روی بله من خودم عرض میکنم پیاده نشد. شما درسته که بحث ناقصه، ولی هر پلش یه مرحله ما رو برده بالاتر، قابل مقایسه با افراد قبل از بیماجران یه پله ما رو برده بالاتر و یه کارایی رو به ما عرضه کرده و نشون میده که به زلای انسان تو توانت بیشتر از این چیز خبر نداشته. تو این پیامش حالا ازن ما داشتم خیلی ها مثلا فرض کنید پزشک بودن فلان بودن در طول سال اومده یه دوره فرادرمانی دیگه، همون هم رفته داره استفاده میکنه، کلی هم راضیه، چیز دیگه هم به دردش میخورده، هم یه پیلش به دردش میخورده برداشته. و صد رحمت بهش که با همون قناعت درده رفته داره چیز میکنه، تا اینکه یکی بیاد چیز کنه بعد از آجیز رو خاطر رو میکنه بیزار کنه. خب ما باید اینجوری نگاه بکنیم و یه ارتقا و یک فرازی رو که دنبالش هستی پله پله است. یعنی وقتی آکادمیک میشه پله پله هست، دقت میکنید پله پله درس به درس باید به صلاح بیان جلو و دست شما درد نکرد. ما کرامت چندانی از من ندیدیم. بفرمایید که من با چی و چطوری تو یه چیز دارم زدم هم خرام معلوم شما یه کرامت معنی مقدار دوچاره نه بعد یه دوستان استاد یه اعتماد اعلام کنید تا ما عرض کنم با اون جلایل که من سیده هستم نه میتونیم بری چه من یه مزاری بابا شما این هم بازنشستگی کردی بچه ها که اعلام نکردن همون به شما جلال بکنید نه بخورید من میخورم اتا قلوب قلوب میخورم برای اینکه اون کرامت رو با من ندارم. در این صحبت هم توی به تنیزه خب بنابراین تا مجال این که حالا ما نمیدونیم هستم دیگه وسط این صحبتی هم نمیشه کرد در خصوص وضعیت آینده، ولی که می کارو بکنیم واقعا قدم بزرگی برداشته شده و خدمت بزرگیه. و بقیه موارد هم که صحبت شد شما فرمودید اونم دیگه
شرایط زمانی که پیاده خواهیم دید اونجا متوجه میشیم که چیکار باید کسب کنیم. استاد من اگر اجازه بدیم چون دیگه خیلی جوان نیستم یه توصیه اگر اجازه بدیم برای شما بکنم. فکر میکنم خیلی از شما در واقع از صمیم قلب خواهان حفظ وجود شما هست و این هر چیزی که لازمه که شما اونجا انجام بدین هیچ مشکلی نیست. یعنی تعهد بدین آقا من هیچ فعالیتی نمی کنم، هیچ کار نمی کنم، ولی تشریف بیارین راحت زندگی بکنیم و وجودتون سالم بمونه. ما اینو می خواهم، بقیه کار رو ما خودمون بلده می کنم. ما فقط ببینیم وجود شما حق همون شد. خیلی ممنون، متشکرم. ما اینو می خواهم در صورت ما تو همینجا شما از همه دوستان واقعا ممنونیم. واقعا تشکر صمیمانه و قلبی خودم رو واقعا از تشکر دوستان عزیزان واقعا اعلام میکنم. پذیرفتی رو دوستان پیشنهاد منو پذیرفتی؟ بله بله البته دست بزنیم. بله هیچ انتظاری من شخصا از کسی ندارم، مخصوصا اینکه افراد بخوان حالا به شکلی حالا مسائل و مشکلاتی که وجود داره، اما دیگه حالا ببینیم خود را آفگوی عدد که چون باید کرد ما که با توکل به خدا میریم جلو ببینیم چی میشه دیگه. خیلی هست جانم که اصلا با سرشوهر حرف می‌زنم. خب به موقع تشریف بودیم. بله از کنم خدمت این مطلب رو صحبت شده با بنیانگذارانش صحبت شده و اشکالی که یا مسئله که وجود داشته بحث شده. انشاءالله قراره که به طور حالا رفتی بشه این مسئله. توجه رو سرم مردیم در قالب این مثالی سعی میکنم که این مطلب جناب عالی رو توضیح بدم. اینی که ببینید با مثلا فرض کنید که توی عرفان نظری میدیم که بریم میریم و یه جای جنتی مثلا هست که لا تضاد خب در لا تضاد و حالا یه چیزی ما نمیتونیم تصور کنیم که لا تضاده پس چی هست که اون چیزای دیگر رو که نمیتونیم. لا تضادی برامون رو مثلا فرض کنید مبهمه که یعنی چی. لات وقتی بگیم لات تضاد یعنی نه به اصطلاح خیر معنی میده نه شر معنی میده. کفر و دین در بر عشاق نیکوکار یکیست. تو عشاق نیکوکار اونی که رفته اونجا دیده حالا متوجه میشه که بابا اگه بیاد اینجا این براش یکیست و نمیدونم نور و ظلمت و دودام عدل و داد و جی و ظلم و اینا که معنیش چیه. وقتی گفتیم لات تضاد یعنی همچی چیزی در اونجا وجود نداره. ما اونجا باید یه چیز تجارب دیگری رو مثلا واسمون تجربه کنیم دیگه. اونجا درگیر تضاد نیستیم. حالا درگیر چی هستیم نمیدونیم بگذاریم. خب از اونجا اون رفتیم به اصطلاح شهود کردیم حالا اومدیم اینجا. الان که اومدیم اینجا
واقعیت اینجا حاکمه. دوباره اومدی حالا خیر و شر وجود داره اینجا، اگر این واقعیتی که پسید این در برای اجاقه نمیکاره کیست، همونه که متهم به چی میشی؟ بر ریختن خونه. خب این اشکال برای اینه که اگه اونجای نه حرف بزنه درسته، اگه اینجای نه حرف بزنه غلطه. درست شد؟ خب ما حالا اینجا بازی با واقعیت های اینجا حالا اینو دست من دادن، این نشانی یا یه چی در تضاده، یعنی تشنگی من رفت شدنش یا خب خوشنگی من مسائل دیگه. بنابراین اون چی که من در لا تضادی شهود کردم فقط برای این بوده که بگن بابا جان اینجا یه همچین چیزی در انتظاره، یک دورنمایی رو به من نشون بدن، درکشم بدن. فقط دورنما نباشی، یک کرک هم بزنی، حالا یه آموزه، یه قلوب هم سر بزنی بکشی ببینی که حالا چه مزه‌ای هست اینی که میخوام بهت بدن. ببین عشق اول، عشق دوم، عشق سوم فلانی اصلا بحث گسترده و عمیقیه. خب عشق بی ابزاری، هوش، خلاقیت، خالق یک، دو، سه، چهار. منم خالقم، شما هم خالقیم، ما خالق چندمیم؟ این لیوان کی ساخته؟ ما ساخته. این لیوان کی ساخته؟ بشر. ببینید ما در سطح خودمون، بنابراین آیا من ما هر چقدر رحمان باشیم با یک پله بالاترمون میتونیم به اون اندازه رحم باشیم؟ نه. هر چقدر اینجا عشق رو بفهمیم آیا عشق مرحله بالاترم میتونیم بفهمیم؟ نه. بالاتر از این بنده ما یه همه زور میزنیم نمیدونیم که تو این مرحله که هستیم هنوز آیا واقعا عشق رو درک کردیم؟ خب بنابراین حالا یکی بگه که خب من مثلا عشق دو، خب عقل اول دام، حالا عشق اول، عقل اول، عشق دوم، اینا یه بحثای خیلی مفصله. اینطوری نیست که ما این مختصر اونجا تو آوردیم که فقط بشه یک اشاره‌ای تا شما هم که برخورد کردیم تو ارتباط و فلان مثلا بدونین یه چیزی اگه برخورد کردیم درسته، آدرسش درسته. مثلا دو بدونین که در واقع تفاوتی که وجود داره چیه. سه خیلی دلایل دیگه. الان یکی سی یاد بدید که نمیدونم مرحله دوم، عقل دوم فلان و در اینه اونجا مثلا علم محضه، حالا علم محض این اون فلان، اینا همه بی اعتباره، اینا همه باعث سردرگمی نمیدونم اطلاق انرژی ذهنی بقیه. حالا چقدر انرژی ذهنی اول بعد نیست رو دیرم اونجا ما درگیر بشیم فکر کنیم، ولی وقتی که بیاد ملاک قرار بگیره همون میشه که الان ما داریم زرده میزه. باور بفرمایید همین مورد یکی از عمده ترین چماقهایی بوده که توی زندان وجود داشته، دقت میکنیم و مطرح شده و حمایت هم شده. توجه میکنید جالب اینجا براتون به خدمتتون میگم که یه مسئله انقلابی بیان که حمایتش هم کنن به صورت نامحسوس که خب خیلی خوبه، آره، و چی گویید بعد از این به اون خودشون انتقال بدن که آقا و ایشون خب چرا؟ چون فردا وقتی خوب برد شد و چی شد بگن آقا خب ببینید این مسئله چی میشه؟ چون نمیتونه پاسخ بده، چون ریشه نداره، خودمون هم قبول نداریم، با مثلا به وسیله همچین چیز خودمونو نابود بکنن تو دل خودمون، خودمونو در واقع بی‌حیثیت بکنن با توجه به مطلب نسنجیده‌ای که اصلا منظور یه چیز دیگه بوده، خب در نهایت یه چیز دیگه در اومده. مطلب واقعا خوب یه مطالبی که روش برای کوبیدن این ماجرا یا سوء استفاده میشه
همین هاست که خودمون بهانه ها رو در واقع دستشون دادیم و خودمون ایجادش کردیم و خودمون نمیدونم چیکار کردیم و وسیله موثری گذاشتیم دستگاهشون که هر چه قصی نیستن بکوبن بسیار بکوبن نه نه وسط راجب خود لیوان جنیم راجب این جنگ تششعاتی که الان توش هستیم و حملات هم واقعا خیلی در حد تیم ملی شده یه بحثایی مثلا بحثایی در این زمان شده که دورنمای دست ما بده که به اهمیت یک سری چیزایی توجه بکنیم، دقت بکنیم و بدونیم که خب چه چیزهای امکان داره رخ بده که صرفا جنبه مادی و میدونم براینا نداشته باشه و یه دیدی به صلاح بود. حالا در حال حاضر مشکل ما این مباحث نیست، یعنی چیزایی که اولویت داشت به صلاح اومدیم بحث کردیم صحبت کردیم، این مسائل فیلن در حال حاضر چون یه عده نمیفهمن وقتی شما میگه مثلا جنگ تششعاتی فکر میگن که الان چه اتفاقی مثلا میخواد بیفته چطوری میخواد چیز بشه و خلاصه کلام و خیلی سربسته اینا دیگه جز چیزایی نیست که فیلن ما اولویت در رفع نقایص خودمون نقایصی که خودمون قبول داریم که اینا وجود داره، حالا میتونه مورد بهانه قرار بگیره. حالا روزنامه هم خوندین اونجا برگزاری کلاس فلان میدونم بدون پوشش اسلامی میدونم مختلف، یعنی در واقع پارتی رو معرفی میکنه. من خودم نمیدونم ما واقعا کسی همچین تخلفی کردی یا نه، ولی ممکنه بعضا حالا نده این شکل یه صورت های خفیفتری مثلا رعایت حجاب و پوشش اسلامی توی یه جای نشده باشه. دقت میکنیم اینا رو بهانه خلاصه بتونیم دست کسی ندیم. استاد برای جلوگیری از یه سری شایعات این لطف کنیم این سوال هایی که من میکنم لطفا جواب بدیم اگر ممکن. ما استاد از اولی که دستگیر بازداشت شدیم تا حالا تو انفرادی هستیم. خیلی ببینید من سال گذشته در انفرادی بودم تا چند ماه بعد که مثلا اعتراضات و مسائل مختلف بود و این حرفا، بعد یه دیگه همسلولی میذاشتن که اسمش انفرادی نباشه و کلن تا آخر سال دوباره آخر سال دوباره درگیر و فلان که چرا بند عمومی فرستاده نمیشه که نهایتا موفق نشدم، ولی به مثلا بند بزرگتر که نهایتا دو نفر سه نفره باشه نهایتا عمدتا دو نفره ولی بعدا سه نفره، ولی به طور کلی چیز دیگه قرنطینه است و به اصطلاح حالا دیگه استاد از 15 آذر ماه تا حالا شما در اتصال فضا هستید. ببینید اینا چون تو فضای مجازی وسیع پخش شده و خیلی مسائل به وجود آمده، یعنی یه عده میگن که ماها استاد جواب میدن، مثلا میگن که استاد به کالبد فیزیکی خودش که مسئولیت داره در قبال اون ظلم نمی کنه مگر اینکه یه شرایط خاصی باشه که به اصطلاح به عنوان اعتراض کردن به یه مطلب خاصی. بله ببینید من البته نمیخوام خیلی وارد این بحث ها بشم، بله میدونم به اصطلاح بحث چطوریه. ببینید دفاع از حق
حالا البته این به ما اصلا مربوط نمیشه، باز قیاس مرفواره. در یه جایی یه کسی باید در یک زمان یه قرص سیانور رو زیر دندونش چیکار کنه؟ حتما بتره. اگه نبره کنه خیانت کنه. همون خودکشی که فرضا ما صحبت کردیم که آقا چه نمیدونم این است و آن است و مظلومه، توجه میکنه در یه جا اگر اون کار رو نکنه خیانت. درست شد؟ این سربسته کفته پس مطلق نیست، نسبیه. در حالت عادی داره گفتیم که هر کسی یک اثر هنری غیر قابل تکرار فلان زمان اون صحبت ها، و اگر زیاد این اثر رو از بین ببره باید در یه جایی توجه میکنیم، یه جایی این اثر هنری وضعیت دیگه پیدا میکنه. شما مثلا میبینید که در زمانی که دشمن حمله میکنه هر چی نتونن ببرن اگه میبرن این پل خودی پلی که برای چیز کردن اگه منفجر نکنن مسئول چی باید محاکم نظامی بشه، باید در دادگاه محاکم. چرا پل خودمونه؟ چرا این تانک رو جا گذاشتیم؟ چرا اون نمیدونه انبار مهمات رو منفجر نکردیم؟ ما رو خوب ببینید. بنابراین اونا اون بحث ها به صلاح در جایگاه خودش اونه، در جایگاه اینه بلاست. در خصوص حالا نیدی شما سوال بفرمایید، خب دوستان بیرون مرتبه ارتباط تازه و بعضی چیزها رو اطلاعات داشتن، من خودم ترجمه کنم که این اطلاعات در کجا در نه اینکه ترجمه باشید چون میدونم که ببینید شروع و خاتمه بسیار دقیق در نمید. کلن من هفت بار اتصاب غذا داشتم از توی این سری قبل 20-25 بود، یعنی ما قبلش به صلاح بوده ایست با، یعنی با این سری میشه 8 بار، ولی خود این بار میشه 7 بار. حالا وقتی که به صلاح به یه جای میرسه به دلایلی یا مذاکره است یا فرانه یا چیزهای مختلفه، مثلا یه منقطعه میشه اون اتصاب غذا، برای اینه که خب میگه کاغذ بده، میگه نمیدم، میگه شکایت دارم، میگه بیخود دارم، میگه که اینو باید بره در دادگاه، خب نمیشه. هیچ کاری دیگه نیست، یعنی هیچ کاری از دست شما بر نمیاد بیرون، فقط که میتونی اینجوری اعتراض خودت رو شکار کنی، بیان کنی. خب یعنی از جون خودت مایه بزنی که اعتراض رو بیان بکنی، هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. خب بنابراین حالا که خاطر پیدا میکنه بیرون، حالا اون کسی که اون مثلا فرض کنه دوستا رو داشته رو چی که داشته اینا، یه مسئله دیگه یه امیدی هست که مثلا خودشون بیان مثلا بعضی چیزا رو بذارن هم که از اتفاق افتاده چیزایی و بعد از اینکه خون اومدن اینا گفتن اونا گفتن مذاکره کردن یه شرایطی اعمال بکنن که بعد یه نوی تجزیه بشه، بعد بگن که خب که مثلا فرض کنید که همه شایع پردازن، همه مخالفین دارن بلا میکنن، همه دارن بیزار میکنن. خب بنابراین که مسائل یه خورده پیچیده است به علت ایزوله بودن، به علت خب اونام برای همین بند عمومی اینا نیست، به خاطر همین داره. به هر حال ما امیدمون بر اینه که مصالحه، خب من اینم میگم که اثر سوی احتمالا چیز باشه، ما نمیخواییم چیزی باشه از تو پاش بیفته به صلاح دفاع از حق، دفاع از حقوق بشر، دفاع به حق بیفته، خب پاش بیفته به هر شکلیش، ولی فرق این صورت ما جنگی نداریم، مصالحه صلح با دیگران خب هست و دنبالش هستیم و امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و چی منابع از آسیاب بیفته، مشکلی پیش نیاد. مخصوصا من بیش از خودم برای سایر دوستان نگرانی داشتم و دارم و که بلکه با حل شدن مشکل خود من مشکل سایر دوستان هم تخفیف پیدا بکنم، بتونیم بریم اونا رو هم حل کنیم، اونا رو هم چیکار کنیم. الان من ممکنه بگم که هر کدوم از عزیزان چه وضعیتی دارن، چه جوریه و خلاصه خیلی به باعث نگرانی باشه که حالا بی خود و بی جهت واقعا دچار مسائل و مشکلات.
بودن. ممنون. حالا این رو چیز داشته باشه. البته خب من که انتظاراتی که وجود داریم که من اصلا هیچ چیزی در این خصوص که اصلا اتصاب غذا نمیدونم درگیری ها و مسائل مشکلات اینا مثلا بیرون نباشه بیدم خب همه چی خوب بوده فلان بود. ولی خب من بارها گفتم دروغ نمیتونم بگم. خب و آن چی که بوده اگر حسن بوده، اگر عیب بوده، اگر چیز بوده اینا رو به صلاح میگیم دیگه. حالا خیلی ممنون. خواهش به نقایص موجود تا اینجا اشاره میکنیم، یعنی چیزایی که برامون دردسر ساز شده اشاره داریم میکنیم. از جمله این که با روزنامه نوشتن اینجوری روزنامه با خود من همینجور صحبت و حد داریم به اون موضوعات اشاره میکنیم، دقت میکنیم و داریم به یه سری اشکالاتی که حالا اگر یک دوستی داره فعالیت هم میکنه بعد یه شاخ و برگای هم اضافه میکنه، یعنی خود فعالیت حالا یه بخش داره اضافه کردن اون شاخ و برگاست که ضربه اصلی رو داره به ما وارد میکنه. توجه میفرمایید اینه و بعد خیلی از مطالب رو حالا با توجه به اینکه میگم من قبول کردم که فعالیت نکنم دقت میکنید، خیلی مطالب دیگه من عرض کردم برای کسی نمیتونم تعیین تکلیف کنم، حالا به صورتی سربسته خدمت رو عرض کردم، فقط خدمتون عرض کردم که ما نگذاریم اجازه ندیم به اسم ما کسانی بیاد و مطالب خارج از موضوعات اصلی خودمون رو بیاره و عنوان کنه مطلب بکنه و که باعث بشه به کمک اون ما مورد حمله های مجدد و غیره و اینها قرار بگیریم. عرایز بنده استادی رو گفتن نتوی که اصلا همچین چیزی ما نشیدیم، ما که دسترسی به اون شخص نداریم. نه ببینید هر کس که یا هر جایی گفته شد که به اصطلاح این موضوع که موضوع به درس مربوط بوده، چون من برای کسی درس خصوصی ما نداشتیم، ما هر چی بوده برای همه بوده بود. به هر حال حالا غیر از این که مثلا شما فرض کنید یه جایی بودیم مثلا ما دو نفر بودیم ایشون یه سوالی پرسیده من اون سوال رو جواب دادم، ولی هیچگاه خارج از چیز کلی نبوده که من بیام یک مثلا فرض کنید مال یک دوره مثلا فرض حالا منتظر دوره نو بودیم مثلا میام برای ایشون بگم بعد دیگه کسی مطلع نباشه، مثلا این به عنوان مثاله. بنابراین هر جایی که گفته شد که ما یعنی به این منزله که خصوصی یک بحثی مطرح شده و حالا اون میخواد بیاد این مطلب رو به مجموع ارائه بده، فعلا همچین صحبتی اصلا نیست و به طور کلی منتفیه. درست شد؟ به طور کلی منتفیه. بذاریمش کنار، حواشی و زواهد و شاخ و برگا رو بذاریم کنار و دیگه حالا میدونم تکرار مکررات میشه اگه من بخوام بیشتر چیز کنم. روحت را همه دل شاد شد، گونه نباشد که نباشی بر ما، باشی و فزون نمایی آگاهی ما. قربون شما برم. من درخواست من بود با زبان شعر. بله 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 ب
نگه داشتیم اصلاحی میکنم. به نظرم خیلی متشکرم و از وقت اصلاحی میکنم شما اونجا سر خون نگه داشتی شدیم دست اون دست یکی از تعهدات من اینه که در مجامعی در محفلهای شرکت نکنم. بله ببینید در همینم با باز با عرض معذرت با توجه که بعضی دوستان مایل بودن که حالا به یه شکلی سوالی به یه شکلی چیزایی دیگه ولی از نقطه نظر اینکه انعکاس اینجوری نداشته باشه و بحث در واقع این افتخاری نصیب شده دوستان برای دیدار عید و اینها به من این افتخار رو دادن اینو اینجوری تلفیش کردید دقیق می‌فرمایید که بارا ایجاد اشکالی نداشته باشه و انعکاسش هم غیر از این نباشه حالا بعضیا فکر نکنن که مثلا کلاس تشکیل شده جلسه تشکیل شده چیزی این فقط حالا جنبه یه دید و بازدید خیلی معمولی داشته و به هر صورت تا اینجاش چیزی مسئله نداره خیلی ممنون جانم دارم روز که نوب شد صبح دیگر نرسید گستره پر از بود الوان که دید حیرت از آنش در یک نظر خواب به یک قطره باوان چکید چون سه صد شعر ترش ساز شد صبح ز آفاق رخش بردمید باد به هر سوی که دانست بود نغمه بلبل به سر شاخ بید بسته به ابروی کشیدش جهان سبزی و سرخی کبود و سپید انجمنی بود ز رنگ و طرب شعله آتش به میان فرید روز که ناز فرح آغاز شد بوش ز سنباده می می‌پرید یه باران که زمین گیر شد سبزه بتی سید چمن می‌چمید سوت فلق می به بتی سجده آخر شب سجده نکرد کرد بت شکنی بود که بت می‌شکست بت شکنی بود که بود میکرد آف بود و بود کده محوای ماست لیک از این بود کده باید دوستان بزرگوار پرسیدن از اولویت ها یا اون بزرگ به دلیل با واسطه ذکر جمله تجنبالی شنیده بودن که وظیفه ما به ضرس قاطع اعلام شفاهی و کتب در اول هر کتاب زده و شارژ شروعی خودتون هم پشت شه برای محققان، پژوهشگران و هایی که باید خیلی از دوستان برخورد شده که وقتی توجهشون به تحقیق جلب میکنیم ما خیلی دوستان اتفاقا تاییدیه کردن صحبت شده نظرشون بر نظر جنابعالی بر تحقیق افزایش وسعت آگاهی از منابع الزامت بیاس نه ولی تمثیل چرا بیاس باطل کار شیطانه اما تمثیل جز به روش های
گفتم یکی از ملکتهایی که قبلا فرمودید که تحقیق و محقق هسته و تحقیق سرده بود، امروز هم دارید انشاءالا با برگشتنتون یک مد دیگری رو بر مجموعه ایجاد میشه. پس یکی از اولویت‌ها به نظر میرسه که برای دوستان برای اینکون اعتجاج و حاشیه رو نداشته باشن، تحقیق در همین حوزه است و در حوزه‌های مشابه برای تحقیق. بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. میکیری جان بسیار جالب، خیلی عالی. خب ببینید در این فرصت خصوص، یعنی این فرصتی است که دوستان تحقیقات بکنند و این از فرصت استفاده بکنند و برای انتباهات مسائل مختلف، یعنی دانش کار رو تقویت بکنن، بالا ببرن و مطلب داشته باشن، روی مباحث بتونن تحقیق داشته باشن، بتونن به جایی که اضافه بکنیم و بیان چیزای بکنیم دیگری رو، اینی که روی اون بحثایی که اومده عنوان شده مطالعات اساسی صورت بگیره که برای گفتن واقعا برای اثبات علمی، برای اثبات کارشناسی و اینها برای مطلب باشه. خیلی ممنون، دستتون واقعا درد، خیلی ممنون. اجازه هستید دوست دارید؟ فقط دوست دارید. این طاهرم جان داده است، زان باده ها می داده است، مستی، خماری، میخوری فتیر آن طاهر شده است. باشد زجان لبریز شم، زین باده ها خمریز شم، واله شوم، شیدا شوم، در آنیم طاهر شم. استاد ببخشید، یه مسئله که هست راجع به حرکتی که بعد دوستان دارن انجام میدن، حالا یه جای مشکلی پیش میاد، دلتی عرض تلقیشون شاید فقط اینجوریه که ما لازم نیست هیچ کار عملی در رابطه با فضایامون داشته باشیم، ما یاد گرفتیم که همه کارامون فقط با بحث نظر باشه. به خاطر همین تو هر کار عملی که پیش میاد، هیچ قدمی که مثلا حاضر نیستم پیش بذارم، باعث مثلا چی میشن که اونای دیگه هم جلوی اونای دیگر هم میگیرن که حاضر به قد اقدامات عملی در زمینه مثلا کارا نشن. میخواستم اینو توضیح بفرمایید که آیا فقط وظیفه هر کسی مثلا تو این کار تو هر جایی که هست همینه که فقط بحث نظر رو پیش بگیره، نمیخواد که مثلا حتی میخواد که آب بخوره باید بشنه نظر کنه که آب بیاد تو شکمه؟ مناسب فرمایید که گفته بودیم کار زمینی قانون زمینی، درسته؟ بله. کار آسمانی هم قانون آسمانی، به صورت این با نظر اینجا آماده نمیشه، خب و تابعی قوانین و مقرراتی است که گفتیم به طور کلی قانون زمینی. بعدن اون داخل بنده تا شکایتی نکنم، خب کار زمینیه، نمیتونم بگیم که بگیم که من نظر میکنم مثلا برای میشینا به حقوق خودشون یا به نقض حقوق یا به چی، بنابراین یه امری بدیهی سالا یه سری از همین مشکلات در واقع ندیده گرفتن اصوله، مثل مثلا فرزن برای من آگاهی اومده که اینو بخورم یا آگاهی اومده نخورم، نقض اختیار یا حالا مشابه این چیزا که خب من با نظر این برای ما کمال ایجاد نمی کنم، میده تو اتفار قدرت. یعنی اگه من قرارش اینو با نظر اینجا آمادش کنم، حاضرش کنم، کمکی به کمال من نمی کنه. من اگه قرار باشیم مشکلم رو با نظر حل کنم، دقت میکنین به پختگی من کمک نمی کنه. این میدان آزمایشیست، میدان آزمایش دو قطبیست و واقعیت داره، درست شد؟ اگه قرار باشه اینجوری کنیم بیاید بیرون، این که میدان آزمایش نمیشه. میدان آزمایش و اگه اینجور بود که حالا باز قیاس مزارف همه انبیا و ائمه و
همه کجایی که شمسی میکشن، کجایی که بالاخره مجاهدت هایی رو بکنن که همه اطلاع دارید، خب یه نظر میکردن، خب مسئله حل بود و همه چیز به برزفق مراد بود دیگه. و چرا اومدن همچین مسائلی رو متحمل شدن، همچین خسارت های سنگین مختلفی رو که اطلاع دارید به جون خریدن و در واقع حرفشون رو با خونشون نوشتن، خب نظر میکردن دیگه. بنابراین اینا همون ندیده گرفتن اون اصولی که باز بعداً در جلسه ساز میشه که حالا پشت سرش مسائل دیگه میاد، بعد میگن که نه شما این چیزا میاد نمیدونم افراد رو منظری میکنه، انسان گوشه‌گیر میکنه، انسان در آبش اینجوری، نظام فلان اونجوری، صوفی اینجوری، نمیدونم همه میرن میشن یه گوشی رو پاشون رو دراز میکنن و میگن که نگاه یاهو و برسونه و میگن این سوء تفاهم های بعدی رو میرسون. واقعیت حقیقته، این چیز خودشو داره، اونم مسائل خودشو داره. از اینا رو خود دیگه میدونیم خیلی صحبت کردیم که بالاخره این نونه بخواهد بره تو سفره، بخواهد بری، بخواهد بیای، بخواهد زندگی کنی، همش متکی به تلاش و کار و فعالیت و برنامه ریزی و این هاست. خب و تو برای قضیه هم نامات عملی نمیشین یه مثبت یک بدیم، خب مثبت یک سر جای خودشه، ولی کار عملی هم بالاخره احتیاج هست. ببینید راجب دعا نفرین اثرات جانبیه که هلوش یک تلاش هست که یه چیزی بسته بشه یا نشه یا چی بشه، همه اینا رو صحبته. اون اثرات خودشو داره کاملا. ایمان اگه جدی نبود دعا نمی‌کردیم که، یعنی حرکت به پشتوانه توکل به خدا، دعا، نمی‌دونم چی، و اینه که هر امکانی رو که ممکنه مانعی باشه. بعد اصل اینجا چیه؟ اصل حرکت دیگه، یعنی تو واقعیت اصل این حرکته که ایجاد کارو میکنه. حالا پشتوانه دعا هم وجود داره و یه جا میبینی که اون پیشی میگیره، یعنی شما کارتو عزم جزم دعا هم کردی، از این قبل از این حرکت کنید دعای مصمر سمر و واسه اون دیگه چیز ما نیست، ما نیتمون بر تلاش بود. ولی اگه ببینید خب من پاهم میدادم رو پاهم، توجه میکنیم حالا اینجوری میکنم، میگم خب بچه را هم بزرگتر نکردن، اونایی که اون تعبیر ها، اون تعریف ها، دقت میکنین اون تعریف ها، تعریف هایی که در خصوص ائمه علیهم السلام، در خصوص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب وجود داشته، خب پس چرا نگه؟ پس کار اونها، عمل اونها اثبات این بوده که اثبات این بوده که واقعیت چیز خودشو داره، مسائل خودشو داره و باید حرکت بشه. حالا که حرکت کردن، نمیدونم ملائکه، نمیدونم حالا هر چیزی دیگری که خودتون بهتر میدونید و میتونه بیاد این وسط، اونا هم اثر گذار باشن. فکر کنم حالا اگه بیشتر بحث بیانی بیشتر بگیم، چون هدف نشر آگاهی ده. اگر ارتفاع آگاهی به شکل عمومی باشه و شعور اجتماعی بالا بره، حتما اگر بیانی گشایشی ایجاد میشه. چند وقت پیش توی شبکه مستند یه برنامه رو من دیدم که گروه نارانان بود، گروه اکران تازین رو ترک داده بودن، ولی احتمالا بانیان همونجور که تونسته بودن این قضیه رو پیش ببرن، گروه مجموعه بودن به شکل غیر مستقیم بحث اقتصاد رو مطرح کردن. اون برای من خیلی نویدنش بود اینکه پسی میشه. بله من دیدم اون رو دیدم و همون بله همون بچه ها بودن. بله این قبلا هم اتفاق افتاده یا که برنامهش الان اجرا شده؟ پس میشه توی همین بستری که حتی ما
مشکلات داریم تفقان نه کارها رو به شکل علمی و تحقیقاتی جلو ببریم. من سوالم این بود که ما توصیه شما چیه برای دروغ مخاطب چون برای شهر ما همه این مسئله مختلفه این مسئله رو برای درمان دروغ مخاطبان به شکل ویژه نگاهشون کنید یا مثل دوره‌های خودمون رو پیش ببریمشون یک سال دومی که اگر ما توی گروه های غیر رسمی که هم بحث امانت داری حتی از واژه های همین مجموعه خودمون استفاده کنیم مطابق برای گروه های رسمی وقتی میخوان مسائل هست مثلا که میخوان وارد ارگان بهزیستی بشیم اگر چنانچه بخوایم واژه فرچوب اینا خیلی حساسن به عنوان فرادرمانی بخوایم بگیم خلاف مدیریت ذهن از در شما اشکال داره چون واقعا نیازمند هستن و وقتی که حالا ما توی اسمی که اصلا مشکلی نداشتیم هدف معرفی شعور الهی و هدف درمانه و هدف اینه که به هر حال این آزادی انتقال پیدا بکنه و اون بحثی رو به جمعی کار بشه و شعور بره بالا از در شما مشکلی نیست ما این کار رو بکنیم میگم به شکل دست نیم بسن ببینید در در نهایت در مجبور من مجبور منظور شما هستم که به چه صورتی ما در سالها قبل مشکلاتی که برخورد کرده بودیم این بود که مثلا حالا جریاناتی پیش اومد حتی حالا من بسیاری نبرم یکی از کسانی که مثلا نفوذ و بعد ایجاد انشعاب و بعد مسئله که واقعا دردسرساز شد برای مجموعه ما که خب حالا ما بیم چرا در رأس این قضیه مثلا بجان خوشمندی رو قرار بدیم مثلا فرض کنید که ائمه علیه السلام باشه بعد اسمش این بشه فلان بشه حالا مثلا این فکر خودش چون که بتونه با یه ظاهر مثلا بهترین رو خدا بده و بعد خود این برای زندگی این فکر رو مثلا دنبال کردن مسائل و ضرب زدن‌های مهلکی که ما از این قضیه چه حالا اوپش کنه چون ما بره کاری انجام بده ولی به واسطه سر تو سرا در بیاره بتونه رقابت مون بتونه بعدا بگه این نه این بهتر از فلانه مسائل رو پیش میاره در بله اول مشکلی نداره ولی در بله اول اگه تبدیل به اون قضیه بشه و شما حسابش رو بکنید که چه مسائل و مشکلاتی میتونه به بار بیاره یعنی ما از همون یک جریان که حالا شاید دوستان بتونن کدوم جریان بود شهودی هم داریم شهودی هم ولی اینه که طبقات غیر قابل پیش بینی شما نمیدونیم چیه وگرنه ما که بخواهیم کار انجام میشیم ما که اومدیم اینو به اصطلاح اون کارم ارائه دادیم توسط دو تا از سردارها سردار حالا علیپور رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ سردار جورکش همین کار به عنوان ترک اعتیاد طاهر به ستاد مبارزه با مواد مخدر داده شد حالا کمپای اصفهان که رفتیم به اتفاق اونها بازدید شده نمیدونم چی شده و اون خیریه بهشت یاس پنهان و اونها مجوز مال اونها بوده تامین هزینه و نیروی انسانی و فلان این حرفا از این بوده یک اتحاد خیلی خوبی و در عرض یک مدت کوتاه آمار بسیار قابل توجهی ارائه شد و به محض اینکه به ستاد مرزی با مواد مخدر داده شد حملات به اصطلا به این قضیه به مجموعه آغاز شد و با شدت و اون سردارها همه اینجور که من گفتم تارمار شدن از کنم به آقای لاریجانی که مثلا همه اینا آقای شهاب‌الدین سعد در کمیسیون مجلس که مجلات دانش پزشکی رو چیز میدادن آقای قانعی در معاونت پژوهش وزارت بهداشت همه اینا در یک چیز قرار گرفتن که یا امکار بلا مثال یا اینه که دو سران فرقه هستید چون سران فرقه محکوم به اعدام شدن
که یعنی بعد با حکم جعلی اعدام دادن شدن شما همینه. خب بنده خدا آقای شازی صدر که اصلا اینجور که به من گفتن لطف بارش کردن خب و اون دوتا سردارم کردن همینچین حالا بازم ادعای دیگه هم خب یکی دو سه نفرم که یکی به اصطلاح برند تذکر کردن مطلب سود و خب میز و موقعیت رو ترجیح دادن براشته ما تو همون جه که با ما اومدن ما بازم از همونا هم ممنون و راضی و مشکریم. انتظاری هم نداریم از کسی که بیش از یه حدی بخواد بیاد موقعیت خودشو من به خطر بندازه. حالا تو این مسئله مشکل ما این هست که اصولا حالا مافیای مخدر که بسیار قدرتمنده صدای خودشو داره حالا با نام دیگری بسیار خود ولی بعد از اون آیا کسایی که بیان ادام بزن آیا همچون مشکل سازی هایی برای مجموعه نمی کنن؟ یعنی با تازه لطمه یعنی من بودم برای شما بودم چه لطمه سنگینی ما خوردیم چون همین شما چیز زیاده نمی دونیم دقیقا توجه می کنیم یعنی دو سه نفر چه خیانتی کردن و چه ضربه مولک زدن از حالتی یه نفر که اون گرفتی که اصلا عامل یعنی چیز بوده یعنی که اصلا با همین نیت رو که بیاد و این کار رو بکنه در واقع حالا اینه بازم من که نمیدونم سوال نظری ندارم نمیدونم هر جور که بسیار در اون مجبور فکر بکنیم که درسته برای البته به نیت کمک به معتادین انجام میشه حالا دیگه بقیهش فنا بر خدا و دوباره هرچه بادا باز جانم چیز استاد من سلام عرض میکنم سوالی که میکنم نمیدونم شاید سوالی باشه و خودم هم خیلی از تحقیقاتی که سعی کردم با شنیدن فقط مستند با صوت و تصویر شما به گروهی از دوستان که در مجموعه بحثای ما قرار میگرفتن در مسائل جوابشون رو دادم ولی خواهشم اینه که یه بار دیگه از زبان شما اینو بشنوی که تشعشعات کلامی یه نفری که شما به عنوان کسی که تفریز شد قبلها درس میدادن به دوستان در گذشته ها روی شاگرداشون تأثیراتی میذاشت یا نمیذاشت و هر کسی ما به عنوان پول پشتی فروش کسی که فقط گفتیم ما پول پشتی فروشیم شما رو گفتیم بهتون دوست داشتید میتونید از این پول پشتی استفاده کنید و تمام محکومیت هایی که ما شدیم تو همین الانم هم و خوشحال من همه این محکومیت هایی که به این دلیل شدیم حالا نمیخوام خیلی باز کنم خیلی بیشتر فقط دوست دارم من چون از تمام سر کردم تمام صوت های شما رو گوش کنم حتی تلفنتون یعنی تمام اون تلفن هایی هم که حتی با دوستان تدریس داشتی و صحبتی کرده بودیم که خود کسی که به عنوان بحث امانتداری شما مطرح بودار نقش امانتداری آیا به نظر شما من میدونم که شما سلام میدونستیم که حتما یه بحثی پشتش این داستان بوده که حتی اگر مهر بودید یا من اسلام نشده به عنوان یه کسی که نگانش هستم ادعای فرادرمانگری داشتم یه بحثی بوده که ادامه داشتم ولی اون کسی که ما میخواییم باش صحبت کنیم و چجور راه نماشیم ببینید بات این میره تو بحث مباحث کلاسینا که با توجه به موضوع که خدمت رو نهست کردم جمع من حالتیه یعنی نه موقعیتش هست نه فرصتش هست اونو میاد به توضیحات کامل و مفصل داره شما فقط به من بگید با مدعی نگوید اسرار عشق و مسئله بلاخره آره شما بلاخره چیز بود و حالا جمعه چیز پیدا میکنه اینا اینو اجازه بدید که به اصطلاح ازش بگذریم خب و خب به هر حال یه بیانیه یه بحثی که دلیلی نداره همه بپذیرن دلیلی نداره همه بپذیرن اونایی که به هر حال خالی و ذهن هستن بی‌طرف هستن اینا هم برخورد میکنن کلنجار میرن فلان میکنن آخری ها میپذیرن یا نمیپذیرن ولی کسی که برای با یه منظور بیاد اینا خب مسلما کار میشه خواهش میکنم و اصلاحی میکنم از این حضرتی چون به صلاح قرار شد که جنبه کلاسی و نشدا مثلا اصلاحی که ما در موقع
جنبه دید و بازدید داشته از این نظر خوشحالم از وقتی خرید اکو خواستم بکنم فقط آرزوی از طرف با تمام وجودم آرزوی کردم میگم خدا یعنی میشه این عیدم استاد ما منزل خودش باشه و واقعا فقط حق خدا رو شکر بله دیگه همونو گفتید ما الان فقط همون حالا برمیدیم من کجا آفرون بودم دوستان دوباره کاغذهایی که دستتون دوستان هستن که دادن اگر میخواین شاید سوالی باشه بگید که بعد نه من قول میدم که همه رو خلاص شد عزیزا چون میدونید نشاطی هم پایین هستن بله همه رو دارم من خواهشم این هستش که در همین هر بله باید پایه خلوت کنیم اونها اونها رو دوستان نوشتن اونها رو باید صدا کنیم ایشون باید کنیم خودش با صلاح میدونه یعنی من از جایی کنم از این زمان شهرنده هستم از این وضعیتی که سلی خیلی بردیم روز کردیم